سلام بینید عزیز، خدا کنه جور صحت مند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. من نوره چکری با همکار خیلی مهربانم نیلوفر جان خواستیم امروز به یک برنامه خاص داشته باشیم. ای که چی برنامه است نیلوفر جان برتون بگه؟ تشکر نوریه جان عزیز، سلام با شما دوستا. امید که هر جایی که هستین همیشه خوب و خوش و صحت مند باشین، خنده در لبهایتون باشه و غم و غصه دلهایتون دور باشه. خب دوستای عزیز، قسمی که نوریه جان گفتن، ما در یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. ما آمدیم در راهنمای معاملات اسکیچ صحرا و با مسئولشون آشنا میشیم. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ خوب بخیر، بسیار زیاد خوش آمدین و یک سلام خاص به تمام بیننده های عزیز. انشاءالله که صحت سلامت باشین، شما هم سلامت باشین. برادر عزیز، ما امروز به خاطر دیدن آپارتمان های شما آمدیم که گفتن که آپارتمان های شما وی آی پی است. بله ما وی آی پی داریم، در امی آپارتمانی که پنج دفتر ما هست، منزل ده، دو واحد وی آی پی داریم که یک واحدش فروخته شده و یک واحدش باقی مانده و در دیگه ساحه هم داریم، ساحه سرک آواشناسی، البته ساحه تیمنی، قلعه فتلا در امیز شهر کابل داریم، در دیگه ساحه هم بلاک وی آی پی و هم بلاک های ساده. خب اگه شما حاضر باشین بریم به داخل و آپارتمان های شما رو ببینیم. خب دوستای عزیز، ما رو تا آخرین لحظه برنامه همراه باشین. منزل دهم رسیدیم، واحد 28م است که وی آی پی. یک اتاقی داره همراه تشناب جداگانه، البته اتاق آفتابرخ می باشه و تشنابش هم در خود اتاق است که هم میشه اتاق میمانخانه استفاده شه و هم اتاق خواب. خب این اتاق چند در چند است؟ اتاق تقریبا 5.5 در 5 می آید. بله. رنگ مقبول استفاده شده برای دیکورش. سقفشم خیلی عالی است. ویندوزس الان که می اتاق برای اتاق میمانخانه خیلی خوب معلوم میشه و خاطر که رنگ های خیلی مقبول استفاده شده، خصوصا چتش و تکنولوژی هم خوب است، پی وی سی. آدکنارش دوستای عزیز، مرکز گرمیش است. خب مرکز گرمیش از زغال سنگ است، تیل است یا؟ مرکز گرمی زغال سنگ است که فعلا فال هم میباشه. بله. خب دوستای عزیز، ما میریم به طرف تشنابش. تشنام شد به شما نشان میدیم. تشنام شد بسیار تشنام بود، خوب قشنگ و بزرگ و بکنم. خب هر تشناب از خود بایلر جداگانه داره یا یک بایلر داره؟ فقط دو تشناب یک بایلر داره و آشپزخانه بایلر جداگانه داره. خب بسیار خوب، اگه موافق باشیم بریم نوریه جان به طرف دیگه اتاقا. بله ببینیم اون چی ویژگی میداشته. خب در مورد کاشی ازی اگه بگوین که کاشی ازی از چیست؟ کاشی تمام موادش مواد ایرانی استفاده شده و مواد ترکی از لحاظ کوالیتی و کیفیت مطابق نرم های انجینری ساخته شده و معیاری می باشه ان شاء الله. خب دلیلش چی است؟ بله ما حال بزرگم باش گفتم می کنیم و آشپزخانه و فندق تقدم بسیار داخل سالون بیاید آشپزخانه مجهز باشه اما مقبولی خانه رو میکشنی؟ بسیار زیاد. اما به هر خانه که هر رقم خانه باشه وقتی که آشپزخانه خوب باشه اما خانه رو مقبول میسازه، و خصوصا که میگن آشپزخانه قلب خانه است، اما قلب خانه که مقبول باشه تمام دیگه خانه مقبول میشه. خب الماری های ازی از کدام چوب است؟ از کدام چوب ساخته شده؟ الماری های آشپزخانه مکمل چوب النور است که بسیار چوب ظریف است، از لحاظ کوالیتی بسیار بالاست و تمام موادش مواد ایرانی است. بسیار زیبا. سنگ هایش بسیار سنگ های از کیفیت بالا برخوردار است. معلوم میشه بسیار یک آشپزخانه زیبا داره. خب دیجا ما دوستای عزیز که اومدو آشپزخانه یک نل می داشته باشه اما چشم به این نل خورترک خورد. خب این نل خورترک زی از چی است؟ آب شیرین داره و هم آب خود ساختمان است. آب شیرین هم داره که بعضی بلاک ها هستن آب خود ساختمان است اما این آب شیرین داره بلاک. خب آبش فرق میکنه دیگه. بله سوال خود ساها همی منطقه کابل مکمل آب شور است و ای هم آب خود ساختمان است که چازدگی است و هم آب شیرین دولتی را داره که نل دولتی است، به هر واحد جداگانه نل است، نل دولتی. خب دوستای عزیز، تا ماهی که بریم به طرف دیگه اتاقا شما تصاویر آشپزخانه را ببینید. ای هم دیگه اتاقش است، البته که
یک طرفش به طرف کوچه است و این طرف دیگه‌ش هم حویلی بلاک همسایه است که آفتاب بعد از چاشت داره و بسیار اتاق مدرن از نگاه کلکینای بسیار بزرگ و رنگش بسیار بسیار. نوریه جان یک منظری زیبا داره دوستای عزیز، اگر به طرف بیرون ببینین تمام امی ساحی که در منطقه هست تمامش بسیار به خوبی معلوم میشه، بسیار یک محیط مقبول داره. اما نماره به خوبی و قشنگی نشان میده، خیلی اتاق خیلی خوب است. خب این هم دیگه اتاق خواب میشه؟ بله اتاق خواب میشه، اتاق نشینان میشه. خب اتاقای بسیار دلواز است، کلکینای بسیار بزرگ بزرگ داره دیگه، میتونی که تمام همه ساحه را مشاهده کنی. خب دوستای عزیز، یک اتاق از دیگه اتاق هم که بهترتر است و مقبولتر است که اصلا نمیفهمی اگه در این خانه بیایی کدام چه اتاق خواب بگیری یا کدام چه اتاق سالون یا میمان خانه بگیری. خب خیلی عالی، رنگاش هم همو شکل و سقفش هم دیزاین سقفش رنگ است یا چوب است؟ نه رنگ است، گرد شده و رنگ است. بله یا من چوب است، مثل رنگ چوبی. خب دوست عزیز، ما میریم به طرف دیگه اتاق و بازم شما تصاویر اتاق ببینیم. خب دوست عزیز، آمدیم به طرف اتاق سوم که این اتاق نسبت به دیگه اتاق ها کوچکتر است که اتاق خوابم گفته میشه ای دیگه نی؟ بله اتاق خوابم گفته میشه و از جمله همی چهار اتاق هم یک اتاق سایرخ هست که همی اتاق می باشه. به دیزاین و شیپ سقفش هم فرق میکنم و هم دیگه رنگ چوبی است. و در مورد اگه دروازه هاش که از کدام چوب است؟ دروازه های پیریسی ترکیه است که بسیار دارای مقاومت بالا و ساده می باشه. بسیار یک فضای مقبول داره، همچنان این هم که رو بر روی کلکین است و اتاق خواب که تمام نمای بسیار زیبا را نشان میده. باز خصوصا از طرف شب خو یک نمای خیلی عالی می داشته باشه اگه برق باشه خیلی مقبول باشه. خب نوریه جان اگه موافق باشی بریم به طرف دیگه و اتاق و تصاویر شده. خب دوست عزیز شما تصاویر اتاق ببینید، ما میریم اتاق. این هم اتاق چهارمی است که اندازش 5 در 5.5 می آید. 5 متر در 5.5 متر و 50 سانتی و آفتاب رخ است که به سه طرف، این طرف بالکن، اون طرف سرک عمومی و طرف چپ هم کوچه است. ساحه کابل هم میتونیم که خب در اینجا خوبیش ایست که نوریه جان نزدیک مسجد است و یک طرفش کلکین به طرف بالکن است و یک دو کلکین دیگهش در طرف کوچه و سرک است که خیلی یک نمای زیبا داره که هر اتاقش که بیری دوستای عزیز یکیش از دیگه بیشتر مقبول هستن. خب اگر این کدام سرک ها به این بلاک را داره به این قسمت؟ این گذشته از گولای پارک است که همین سرکی که فعلا همین آپارتمان قرار داره متصل به گولای پارک و 500 فامیلی است مقابل مسجد نبوی. و هم مکتب همینجا که مسجد است و مکتب شما اون طرف است، مکتب فقیر فیروزی. خب چطور ای به بازار راه داره، نزدیک از دور است؟ بله بله سی مریم هم راه داره و موتر از همین پایین بلاک طرف شهر تایمنی سرای شمالی طرف هم میره، البته سرای شمالی از 500 فامیلی و گولای پارک میشه. نوریه جان خودت چی گفتنی داری؟ والا مایرمون که چی بگویم، هر چی بگویم کم است. من یوتا خیلی خوشم اومد، خوش دارم، خیلی خوش اومد. خیر تشویش نکن، میره برات میگیریم. خب اگه در مورد کرایه خانه بگوین که این واحد چند قیمت داره؟ این واحد خب کرایه نیست، فروشی است. قیمت شرایط و وقت حکومت اشرف غنی قیمت از $120,000 بود که تا $105,000 هم ما نفروختیم و حال شرایط چون زیق شده قیمت $70,000 با جور آمد هست. کرایی ندارد؟ کرایی ندارد، نه خیلی باز دادگه ساها کرایی داریم. او هم بسیار مقبول و مفشن است و مساحت از این آگفته نماند که هم مساحت پایین حساب میشه هم بالا، 175 متر پایین است مساحتش، مساحت اتاق است و تقبان با مربوط همیجا میشه، 150 متر بالا میشه، 175 متر بالا پایین میشه. بخاطر بالکن و بخاطر میشه قیمت بشه که البته ما میتونیم بالا را هر کسی که بخره میتونه که گلخانه یا کدام اتاق
دیگه برخود جور. خب هر واحد، هر بخش یا هر منزل قیمت جداگانه داره؟ بله قیمت جداگانه است. چون 3 اتاقه، 4 اتاقه داریم اینجا و 5 اتاقه هم داریم. خب دوست عزیز، از اتاقا تمام شدیم و یک تشناب هم در دهلیز است که این تشناب دومی است که یک تشناب بزرگتر است که بایلر هم داره و همچنان و خیلی مجهز است. تمام دکورش بسیار زیاد مقبول است. رنگ های روغنی کار شده؟ میشه بگوین کمی به چی اندازه است این دریزش؟ دریز 6 در 5 نیمه های اندازش. با ما میدانم از یک سالون بسیار بزرگ به طور گرفته شد بیدون بسپاره کنیم. خب اگه شما حاضر باشیم بریم به سر بالکن. بله یک تقویم بسیار بزرگ ما اینجا داریم و راه دیگه تقویم بیش از اون طرف است که ما هم از اون طرف میشه بریم و هم از راه زینه. خب این بام عمومی میشه؟ بام عمومی نمیشه، مربوط همی واحد است. بله و میتونه که گلخانه جور کنه در بالا، هر چیزی که خاصه باشه میتونه جور کنه، هیچ مشکلی نیست. فرجان به این قسمت که مثال تقویم است نیم بر شبای خاص فکر کن شب یلدا باشه، یک فضای خیلی مقبول، فضای زیبا داره. همچنان در اینجا که دوستای عزیز اگه بیرون ببینین خیلی ارتفاعش هم زیاد بلند است و همچنان یک فضا و یک محیط بسیار مقبول. خب دوستای عزیز، ما میریم به طرف بالا، ما را تا آخر لحظه برنامه همراه باشید. خب دوستای عزیز، ما آمدیم بالای بالکن یا سر بام که فقط مربوط همین واحد میشد. خب اگه در مورد از این ذخیره بگوین، چند ذخیره در آپارتمان وجود داره؟ 3 ذخیره داریم. 6 ذخیره جمله است که 3 ذخیره مربوط این طرف میشه و 3 ذخیره هم در تقویم بود طرف است. خب دوستای عزیز، یک خوبی دیگه ش آپارتمان این است که خودش سولار داره. خود سولار چقدر میتونه که برق تولید کنه؟ خب سولار فعلا خب به خاطر لفت است که تا 2 روز هم اگر 3 روز هم آسمان ابر باشه میتونیم ما از لفت به راحتی استفاده کنیم و بعضی واحدا را هم ما برق دادیم از طریق سولار که همین منزل دهم دو واحد هر دو واحد برق سولاری داره که برق بود نبود هر مشتری که بخره، البته یک واحدش فروخته شده که همین واحدی را که ما ثبت کردیم همین واحدش باقی مانده که این برق سولاری داره، هم برق سولاری داره و هم برق خود کابل. بله برق. خب دای دوستای عزیز، دای قسمت بام به نظرم این مربوط مرکز گرمی میشه. خب دوستای عزیز، بام خیلی عالی است. بیننده عزیز، شما تصاویر بام ببینید دیگه، همراه باشید. خب دوستای عزیز، ما در قسمت بام هستیم و شما تصاویر بام هم دیدین. اگر زبای جان شما معلومات و کلی در مورد واحد بر ما بتین. بله، واحد وی آی پی است، منزل دهم، دارای 4 اتاق می باشه، یک آشپزخانه مجهز و 2 تشناب که یک تشنابش مربوط به اتاق میشه جداگانه و بسیار یک حال بزرگ داره و یک تقویم جداگانه داره که شما دیدین در ویدیو و مساحت پایینش میشه 175 متر و این مساحت بالا که تقویم با مربوط همی واحد میشه 150 متر مربع میشه و قیمت دوره حکومت اشرف غنی 1,20,000 دلار بود و فعلا قیمت های کمی 60,000 دلار از باجور آمد. باجور آمد. اگه بخواین ما و نوریا جان این واحد رو بخریم چند میتین؟ خب خیر، با شما خریدین مرایت میکنیم انشاءالله میشه. زنده باشین، سلامت باشین. دوستای عزیز تشکر تا این دم با ما همراه بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب را فراموش نکنین. اگر شما هم علاقمند این قسم یک واحدا و این قسم خانه های رویایی هستید، شما میتونین در این راهنمای معاملات آمده و این قسم خانه های زیبا را بخرید. تا برنامه های بعد با من و نوریا جان عزیز، شما را به علای پاک بی‌نیاز بسپارم. خدا نگهدارتان. خدا نگهدارتان.